رفقا وسط این همه مسابقه یک ویدیو جذاب براتون پیدا کردیم، پیدا که نکردیم در واقع ادیت کردیم، 147 های دینگ از قدیم تا جدید، هرچی 147 زده توی این ویدیو قرار ببینیم. اما دوتا خبرم به شما بدم، و اینکه دیروز مسابقه داشتیم، کلی فیلم برداری کردم، منتظر ادیت هاش باشید، و اینکه دیروز خیلی هم اتفاقی با حسین وفایی برای اولین بار روبرو شدم. این موضوع برعکس هم هست، حسین هم تا حالا من چرا نه دروغ راستی ما یه بار همدیگر رو دیدیم، اصلا حواسم نبود، یک بار همدیگر رو دیدیم، اونم توی مجموعه آزادی توی کلاس های مربیگری درجه دو، ولی اونجا اون موقع هنوز فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نمیدونم که داستان بیلیاردشو شروع شده بود یا نه، این اصلا حضور ذهن ندارم، ولی حالا ایو حال اونجا فقط در حد یک سلام علیک بوده، ولی اینجا کاملا دیروز با هم صحبت کردیم در رابطه با برنامه که قرار با هم دیگه بسازیم، کاملا اوکی هستش همه چیز، هیچ مشکلی نیست، فقط زمان نیازی هم به تکرار نیست، هم حسین عزیز هم من آمادگی ضبط این برنامه رو داریم، فقط یه تایم خوب باید اوکی بشه که این اتفاق رقم بخوره. گفتم از این لحاظم آپدیتتون بکنم و بی معطلی بریم به سراغ 147 تای دینگ، بریم با هم دیگه تماشا بکنیم. بریم به سراغ دینگ. بچه گفتم سری داره با هیگینز بازی میکنه، سری بیوگرافیشو بخونم بد نیست، چقدر اینجا کوچولوه. دینگ فامیلیشو عمرن نمیتونم به شما بگم، ولی اسمش دینگه، فامیلیش قاعدتا یک چیز دیگه است که خیلی سخت من نمیخونم. در حال حاضر 36 سالشه، قطعا که میدونیم برای کشور چین هستش، و سال 2003 وارد تور حرفه‌ای‌ها شده، و اینجا نوشته یه دونه نوشته سال 2014 یه رنکینگ اولی داره. من بعید میدونم رنگ یک دنیا شده باشه توی تایم، اگر مطمئنید به هم بگیر. 6 بارم تا حالا چیز زده، ماکسیموم بریک زده، فکر کنم بعد همه 6 اینجا باش، حالا نمیدونم چند تا داخل این ویدیو هست. 618 بار سنتری زده و همین در حد بیسیک بدونی. خب قاعدتا این دینگ معروف ترین بازیکن چین هستش که وارد تور حرفه‌ای شده، اون چیزی که ما میشناسیم، و اسم بر کرده، بسیار هم بازیکن خوبی هستش. بریم ببینیم که این بریک های 147 رو چطوری ثبت کرده. استایل خاص خودش هم داره، جالبه یه چیزی اگه بخوایم همینطوری رو هوا بگیم، احساس هم اینه که بازیکنه چینی استایلشون همش این شکلیه. حالا این آیا ظاهر و استایل استخونی بدنشون باعث میشه ما یه همچین اشتباهی بکنیم، یا که نه واقعا شبیه هم هستن از نظر استایل، دارم قیافه رو نمیگم. اوکی بریم به سراغ این 147 ببینیم چه توپی رو داره، یعنی چه میزی رو داره میزنه. ببین یه دونه توپ گیر داره، اونم همین توپ از ناگو با موس دارم بهت نشون میدم. این یه دونه گیر بازیه، دوست دارم بدونم که چی کارش میکنه. همچنان هم باش کاری نداره، و چه اعتماد به نفسی که خب بعید میدونم بخواد با اف زیرو این داستان ها کاری بکنم. همینه، این توپ توپ سختیه. براوو. ببین اصلا دست زدن تماشاچی هم مطلب رو بگیرین که موضوع چقدر سخته. جلوه مرد بزرگی هم داره این کار رو انجام میده. خب یه کوچولو چون فشار بازی زیاده اف زیره زیاد اومد. ریکشالله. بچه ما نشستیم اینجا ها،
میگیم خوب زد بد زد، خیلی کار سختیه. بریم سراغ دومین 147 ببینیم که جلوی کی رقم خورده. آلن خب یه توپ به قول خودم از بازی خارج شد، ولی با توجه به این علم که ما میدونیم میخواد 147 بزنه، برامون جذاب میشه که ببینیم چه پلنی برای این میز داره. ببین تمام توپا یه جورایی باز شد، الان دیگه نظم و ترتیبش مهمه که چطوری بزنه. رفقا دم همتون هم گرم بابت اینکه ویدیوهایی که توی یوتیوب میبینین میفرستین، لینک بفرستین، لینک یوتیوبش رو بفرستیم، من میفرستم برای بچه های ادیتور و اونها کاراش رو انجام میدن، زحمت میکشن و ویدیویی که شما مورد علاقتون هست و حتما ادیت میکنیم و میذاریم نگاه میکنیم. کلی بچه ویدیو تو راهه، لایک کامنت سابسکرایب هم لطفا فراموش نشه. تا اینجای قصه خیلی خوبه. 89. میگم الان فقط فوکوسم روی این توپه، اینو تو چطوری میخوای بزنی بیای پشت مشکی، این برای من جذابه. 105. احوه احوه چه زاویه ای گره، البته که شانسی بود یه کوچولو اینقدر دقیق، به خاطر اینکه با چهار کنون کرد، ولی کنترل کیوبالو ببین چطوری پشت مشکی نگر میداره بابا، باریکلا. میبینی مارک آلن تو صورت بازیکن نگاه نمیکنه، چرا؟ دقت کردین؟ چرا رو رنگی 3 و 4 میرسه بد میزنه، یعنی کار به رست میرسه. و 147 براو باریکلا. بریم به سراغ 147 بعدی در مقابل رابرتسون. چه به چه کسایی هم 147 زده، هیگینز، آلن، رابرتسون. So much so I can hold it. That is a different way to what I was. Well, he has. He's played the running. جالب اینجاست فقط در حد بیسیک بگم دیروز با حسین زیاد صحبت نکردیم با هم دیگه که حرفامون هم تازگی داشته باشه، هم حرف برای گفتن داشته باشیم. یعنی اگه میخواستیم بشینیم با هم صحبت بکنیم، اون مزه اون پادکستی که میخوایم با هم دیگه بگیریم از بین میرفت، برای همین زیاد سعی کردم که این اتفاق صحبت زیاد شکل نگیره که داغ داغ شما هم حرفا رو مثل من نو بشنوید. این چقدر من برای شما ارزش قائلم و دیگه حالا منتظر باشین اتفاق رقم میخوره دیگه، چون مشکلی این وسط نیستش که مانع باشه برای نگرفتن این ویدیو و پادکست. خب یه کوچولو اوضاع بیریخ بیریخ نیست، شکم این توپا باریکلا از این زاویه میدل پاکت زدن سخته، از چه لحاظ سخته؟ 104 تا زده، یعنی میتونه اون 13 تا قرمزه حروم بشه. میگیرین چی میگم؟ خیلی فشار رو بازی کنه ها. اینجا رو ببین دوباره نگاه کن،
چک ساید رو ببین روی توپ مشکی. بچه این تنظیمات کیبورد وقتی میزنن 10 ثانیه میاد عقب. دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. اینجا چک ساید رو ببین میخوره بوم، ببین چه شکلی باز میشه. اینجا چه شانسی هم میاره، کنان میکنه با توپ آبی. خیلی عجیبه. فکر میکنم که خیلی فشار وحشتناک زیادی روش هست موقع رنگی ها، چون مگه میشه هم تو همه توپای سبز و زرد و قهوه‌ای داری با رست میزنی؟ مگه میشه هم این چیزی؟ It's there. ایکالا. What a fantastic shot of 140. ها. برافو. 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 اوکی. آقا عجب 147 ای زده. به کیا هم زده 147؟ هر چی خوبه تو دنیاست یه 147 از دینگ دریافت کرده. اینجا رو لانگ شاتی قطعا که بازی توی چینه. من دوروبرش رو که قاعدتا نمیتونم بخونم چینی نوشته که بگیم چه مسابقه، ولی چاینا اوپن چیزی باید باشه دیگه قاعدتا. حالا اگر چیزی دیدیم اون وسط به شما هم میگیم. خیلی دوست داشتم بدونم، البته نمیشه فهمید، ولی دینگ کجای اون قصه بوده، اون قصه تبانی کل بازیکنهای چینی نمیتونه نباشه. عقل من میگه نمیشه نباشه، نمیتونه در جریان نباشه. خودتون دو تا چهار تا بکنید، امکان نداره. ولی حالا بگذاریم، در رابطه با اون موضوع تبانی کامل توی بیلیارد شو صحبت کردیم، یه پادکست کامل هم رفتیم. اوکی اوکی اوکی. بچه فکر میکنم از اون 6 تایی که توی ویکیپدیا نوشته 4 تاش اینجا باشه، ولی 4 تاش هم 4 تای جذاب بوده. خوشگل میاد پشت توپ مشکی. آه سخت شد، سخت شد، ولی میزنه با هنری که داره. با بی خیال، بدونی که این خیلی سخته ها که به باند دومیه نخوره کنترل کرده برگرده ها، این خودش کلی قصه پشتشه. زاویه خوب برای قرمز آخر. این دوباره رنگی ها همون داستان براش پیش میاد یا نه؟ چون سه تا رو با داستان زد. حالا الان نمی کنه، الان بارس نمی زنه. اگه میشه همچین چیزی، چرا من هر موقع حرفی می زنم برعکسش میشه؟ بسیار عالی. بریم سراغ 147. براو، باریکلا. خب رفقا اینم 4 تا از 6 تا بره که 147 دینگ برای علاقه‌مندان به این بازیکن چینی قدیمیه. از سال 2003 دیگه وارد این ورزش شده، الان 20 ساله، پس قاعدتا تو این ورزش هستش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، منتظر کلی ویدیوهای دیگه هم باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بدون با این کارتون خیلی از تیم بیلیارد، الان دیگه میتونم بگم در رابطه با تیم بیلیارد شو حمایت بکنیم. بیلیارد شو، اسنوکر شو، پی او وی اسنوکر، دیگه چی؟ اسنوکر پی او وی و پول پی او وی، اینا همه کانالای اسنوکری و بیلیاردی ما هستش. دوستتون دارم، خیلی چاکرین. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنی. پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستون که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستون که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.